فاطمه امیری دختر قهرمان و با استعداد یکی از زخمی های حادثه کاج با هماهنگی شخصیت خیر سید محمد شیرزادی هموطن اهل سنت ما و با حمایت مالی انجینر شریف حسنیان تحت تداوی قرار می گیرد. فاطمه یک تن از زخمی های کاج که یک چشمش را از دست داده و امکان پیوند وجود دارد، گوشش شنوایی خود را از دست داده و امکان تداوی در خارج است. انجینیر شریف حسنیان خارج از کشور تمام مصارف تداوی فاطمه را تا به آخرین مرحله تداوی بر عهده گرفته است. فاطمه امیری در حادثه مرکز آموزشی کاج یک چشم خود را از دست داده، پرده گوشش پاره شده و از قسمت فک هم آسیب شدید دیده است. فاطمه دختر قهرمان و از دانش آموزان نخبه مرکز آموزشی کاج است و میگوید حتی اگر هر دو چشمش را از دست بدهد، باز هم به درس هایم ادامه خواهم داد و قوی تر خواهم شد. فاطمه امیری است که از مجروحین حادثه روز جمعه در کاج. به این حادثه مجروح شدم و چشم از دست دادم. چشمم تخلیه شد و دکترها گفتند که امکان پیوند وجود داره، ولی با هزینه کونا گفتن قدرتش وجود نداره که ما پیوند صورت بگیره. فاطمه دختر زحمتکش و با اراده قوی از یک فامیل متدین می باشد و نیاز به همکاری و مساعدت هموطنان عزیز خود دارد. آقای شیرزادی در فیسبوکش نوشته: می خواهم دست این خواهر زخمی ام را بگیرم و کمک کنم که فاطمه به اهداف بلندش دست یابد و آنهایی که قصد تفرقه در میان ملت ما را دارند بدانند که فاطمه جان شیعه است و من سنی، اما هر دو انسان مسلمان و هموطن هستیم و هیچ توطئه بیرونی این ملت را از یکدیگر جدا نخواهند ساخت. از سوی حمزه به الله مجاهد طراحان حمله بر مرکز آموزشی کاج و مسجد وزیر اکبر خان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی میگوید که طراحان حمله بر مرکز آموزشی کاج در دشت برچی و مسجد وزیر اکبر خان طی عملیاتی از بین بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی صبح دیروز شنبه با نشر تویتی میگوید که روز گذشته علیه یک گروه ملیشه داعشی از طرف نیروهای قطعات خاص عملیات اجرا شد. در ابتدا دو تن آنها بازداشت شدند، بعدا در مربوطات حوزه هشتم شهر کابل یک مرکز آنها کشف و تحت عملیات قرار گرفت. مجاهد می افزاید که در نتیجه این عملیات 6 تن داعش هلاک شدند و اسلحه، بمب‌های دستی، مواد انفجاری و یک گرادم موتری کرولا از نزد آنها به دست آمده است. به گفته مجاهد، داعشی ها کشته شدند. در این عملیات کسانی بودند که در انفجارات اخیر در مسجد وزیر اکبر خان، مرکز آموزشی کاج، در دشت برچی و بعضی جنایات دیگر علیه مردم ملکی دست داشتند.